در مورد بیشتر گفتگو میکنه با سایر زلان سخنگوی وزارت مخابرات تکنولوژی معلوماتی سلام وقت شما بخیر خیلی خوش آمدید سلام وقت شما بخیر آقای زنان میشه که آنچنان که در گزارش شما آمده بود از آغاز بررسی های فنی به خاطر کشیده که بر فایبر نوری با چین میشه جزیات بیشتر بدین به که شرکت چینی قرار است چه زمان کارهایش را آغاز بکنه و که چقدر مدت در بر میگیره تا شبکه فایبر نوری افغانستان به چین پیوند شود تشکر میکنم باز هم قسمی که شما در گزارش هم دیدین و قرار معلومات دقیق و تازه ای که من امروز دریافت کردم شرکت چانل روز چهارشنبه اگر خدا خواسته باشه کار عملی سروی را آغاز میکنه و متخصصین نشان به افغانستان خواهند آمد که ساحه از نزدیک بررسی بکنه و در کمتر از نیم ماه و یا هم نهایتا در حدود دو ماه گزارش نهایی خود را به حکومت افغانستان و چین ارائه میکنه تا برای کار عملی پروسه وصل افغانستان با چین آغاز شود این پروژه میتونم چقدر سود آور باشه به با افغانستان در ای که ما خدمات انترنتی ما بهبود پیدا میکنن در کنار ما میتونیم که به خدمات انترنتی مطمئنتر هم دست پیدا بکنیم خوب نه تنهایی که ما به خدمات مطمئنتر انترنتی دست, پیدا میکنیم بلکه افغانستان از نگاه انترنت به یک هب یا هم معبر انترنتی مبدل میشه که چین را با ایران با آسیای جنوبی و همچنان اروپا وصل میسازد و من حیث یک با کپ از افغانستان استفاده میشه که های دیگری آسیایی که از اینترنت چین استفاده میکنند از راههای دیگر میتواند که از راه افغانستان استفاده بکنه و نه تنها که ما اینترنت مطمئن تر تر و با کیفیت می داشته باشیم در پلویش از اواید ترانزیتی فایبرنری نیز مستفید میشیم و فوق العاده بالای کاهش قیمت های اینترنت در داخل افغانستان نیز تاثیرگذار گذار خواهد در کنار پروژه اگر سر خود فایبر نوری صحبت هم داشته باشیم که بر بنیاد پلان, پلان که تحریزی شده بود باید در سراسر سر افغانستانی فایبر گسترش می آمد اما تصف این کار صورت نگرفته میشه اشاره بکنیم به که در حال حاضر در چند ولایت افغانستان که بل فایبر نوری کشیده شده و چند ولایت دیگه باقی مونده ولت از که تا کن تمام سراسر سر افغانستان با فایبر نوری وصل نشده در چیست خب یک خوشخبری که ما از جلسه با رئیس جمهور جلسه رهبری وزارت مخابرات تکنولوژی بود و یکی از موضوعات مهم و های وزارت می بود که ما باید در آینده کیفیت فایبرنری افغانستان را بالا برین و خوشبختانه ما رئیس جمهور از طرح وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی پشتیبانی کرد که فعلا ما 25 ولایت تحت پوشش فایبرنری داریم و متباقی نو ولایت نیز هم که یک قرارداد هفته گذشته منظور شده بود از دغه تركمانستان مو از ساحه اقینت او ترغوندی فابنوري وصل میشه و در پهلوی ازی برای پوشش بهتر و و وسیتر نوری وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی کار میکند تا تمام ساحات افغانستان حتی تمام مکاتب افغانستان تمام شفاخانه های خرد و کلان افغانستان که در ساعت دوردست است ما بتوانیم در سالهای آینده تحت پوشش شبکه فایبر نوری در کنار که خب نو ولایت افغانستان پیوند نشده به شبکه فایبر نوری متاسفانه در 25 ولایت که شما که گسترش پیدا کرد در اونجا خدمات فایبر نوری آنقدر که مردم انتظار دارند که باید خوب باشه نیسته نه خیر فعلا تمام خدمات اینترنتی از طرف فایبرنوری در افغانستان ارائه میشه و کار بالای کیفیت و بهترسازی سازی در افغانستان هدوزم ادامه دارد همه روزه تیم های تخنیکی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و شرکت افغان تلکام بالای فایبرنوری کار میکنه و ما متعهد هستیم که برای توسعه بیشتر و کیفیت بهتر فایبرنوری تاکنون که بهبود نیافته پس از این امیدوار است امام که بهبود پیدا بکنه بیاین سر سر هزینه هایش هم صحبت بکنیم به که اگر فایبر نوری افغانستان پیوند میشه باشه با که فایبر نوری چین میتونه چقدر در کاهش هزینه های اینترنت در افغانستان هم سودمند باشه چون افغانستان بلندترین هزینه را بر انترنت میپردازه در حال حاضر خوب یکی کارها بهتر شده و فعلا ما از،, از در تمام افغانستان از اینترنت خوبتر نسبت به قبل استفاده میکنیم و قسمی که ما قبلا گفتم وقتی ما با چین وصل میشیم چین یکی از کشورهای دنیاست که در تکنولوژی معلوماتی پیشرفتترین کشور است و فوق بالای کاهش قیمت های اینترنت در افغانستان تاثیرگذار است و ما متعهد هستیم که در در پهلوی ازی که بالای کیفیت اینترنت کار میکنیم برای کاهش قیمت ها نیز کار میکنیم و همواره با شرکت های مخابراتی با شرکت های خدمات اینترنتی در افغانستان و همچنان با کشورهایی که افغانستان هم رایشان در بخش فابرنوری قرار قرارداد داره امروشان در صحبت و گفتگو سیم تا بتونیم اینترنت با, با, با قیمت کمتر و من. کیفیت بهتر به مردم خود وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در کنار از تعهد کرده بودن خدمات اینترنتی کیفیتش به بود پیدا میکنند در مورد کاهش از اینها هم صحبت های شده بود که 20 درصد قرار است که هزینه های اینترنت کاهش پیدا بکنند. ما, ما هم اما گزارشی که ما داشتیم حداقل 20 درصد بود که خود اطرا گفته بود اما تاکنون حداقل اگر 50 درصد که شما میاد وری صورت نگرفت اگر 20 درصد هم 10 درصد هم صورت میگرفت یک امیدواری در میان مردمان و وجود می آمد. که متاسفانه 50 درصدی که شما ما زیاد میکنین هیچ خبری از اون نیست خب فعلا ما 40 درصد تمام شرکت های مخابراتی و شرکت های آی یا خدمات اینترنت در افغانستان از 40 فیصد تخفیف از طرف دولت برخوردار است و کار بالای لایحه تخفیف انوزم جریان دارد که تمام شرکت های اینترنتی در بخش تخفیف امین را عملی بسازد و تمام تخفیف ما تا تخفیف میگیرن 40 وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی 40 درصد تخفیف را فعلا عملی ساخته و همچنان ما متعهد هستیم که تا سال 2019 خب پس چرا کاهش در قیمت اینترنت تا, تا, تا 2019 ما 50 تخفیف در در بخش خدمات اینترنتی خواهیم بود بله آقای زلان شما گفتین که در حال حاضر امو 40 درصد تخفیف از طرف شما دریافت میکن پس چرا تغییر در قیمت اینترنت در حال حاضر وجود نمیده تغییرات تغییرات اومده اگر شما نظر به گذشته متوجه باشین تغییرات قابل توجهی در در بخش اینترنت در فروشات اینترنت در افغانستان به وجود اومده متاسفانه اومده ما در حال حاضر شاهد ازی هستیم به کسی شما، که ما استفاده شما میکنه اگر... اما هیچ کاهش در میان نموده پس تو شما مطمئن هستین که درصد کنا تخفیف میگیرن اونم دوباره اینو پس عملی میسان سر مردم و قیمت کاش میدن شما اگر یک سال قبل در نظر بگیرین که یک سال قبل یک جیبی اینترنت با چند افغانی بود و فعلا ببینین تفاوت آمده اما تا 2019 50 فیصد تخفیف خواهد آمد تشکر انشاءالله ما امیدوار استیم سپاس از اینکه با برنامه تشکر.